حکایت هندو که با یار خودش جنگ می کرد بر کاری و خبر نداشت که او هم بدان مبتلاست. چهار هندو در یکی مسجد شدند، بهر طاعت راکع و ساجد شدند. هر یکی بر نیتی تکبیر کرد، در نماز آمد به مسکینی و درد. مؤذن آمد از یکی لفظی بجست، که مؤذن بانگ کردی وقت هست؟ گفت آن هندوی دیگر از نیاز: هی سخن گفتی و باطل شد نماز. آن سیوم گفت آن دوم را: ای عمو، چه زنی طعنه برو، خود را بگو. آن چهارم گفت: حمدالله که من در نیفتادم به چه چون آن ستن. پس نماز هر چهاران شد تباه، عیب گویان بیشتر گم کرده راه. ای خنک جانی که عیب خیش دید، هر که عیبی گفت آن بر خود خرید. چهار نفر هندی به مسجدی وارد می شوند و به نماز می ایستند. در اثنای نماز مؤذنی وارد مسجد می شود. یکی از آن چهار تن که به نماز ایستاده بودند در میان نماز به حرف می آید و به مؤذن می گوید: مگر وقت نماز شده است؟ رفیق او در اثنای نماز این حرف را می شنود و برای اینکه وی را متوجه کار خلاف خود کند به او می گوید: حالا که وسط نماز حرف زدی، نمازت باطل است. هندی سومی به دومی می گوید: عمو جان، چرا به رفیقت طعنه می زنی؟ نماز خودت هم باطل است. هندی چهارمی هم می گوید: به حمدالله که من مانند شما سه نفر به خطا دچار نشدم و نمازم باطل نشده است. نظیر این حکایت داستانی است که در اخبار و زمان مسعودی آمده است. در خبر است که کاروانی در سرزمین نسناسها فرود آمد و یکی از آنان را که فربه بود شکار کرد و آنها آن را سر بریدند و پختند. هنگامی که نشستند آن نسناس را بخورند،
نسناس دیگری که در آن نزدیکی خود را پشت درختی پنهان کرده بود گفت: چون او سرو خورده بود فربه شده است. پس آنان جای وی را یافتند و او را گرفتند و سرش را بریدند. نسناس دیگری که در پس درختی نهان بود گفت: اگر آن نسناس عقل می داشت خاموش می شد و دم فرو می بست. پس او را نیز گرفتند و سرش را بریدند. آنگاه نسناس دیگری که در شکاف زمین پنهان شده بود گفت: زهی بر من که دم فرو بستم. او را نیز گرفتند و سر بریدند و آن نسناس ها را قضای خود کردند. مولانا در این حکایت طنزآمیز نادانی و خودبینی کسانی را نقد می کند که دیگران را به خاطر عیب و اشتباهی سخت نکوهش می کنند و نمی دانند که همان عیب و اشتباه در خود آنان نیز هست و چه بسا خطای نکوهشگر بیشتر از خطای نکوهش شونده باشد. چنان که عیسی علیه السلام می فرماید که خسی را در چشم برادرتان می بینید ولی چوبی را در چشم خود نمی بینید. با آرزوی این که از شنیدن این حکایت کوتاه و طنزآمیز نهایت بهره و استفاده را ببرید، خواهشمندیم در صورت تمایل دیدگاه و برداشت خود را پیرامون این حکایت کوتاه ولی عمیق و آموزنده با ما و دیگر علاقمندان به اشتراک بگذارید. روز روزگار بر شما گرامیان خوش. Thank you.